نکته که هست اینه که ابهامات خب ما زیاد داریم که مثلا مذاکرات همین الان مذاکراتی هست، از اینکه پشت پرده پیغام پسخان برای هم میفرستن و میانجی ها فعال شدن و حالا چه ژاپن باشه چه عمان باشه و چه کشورهای دیگه، خب این واقعیه. ببینید ما اگر تجربه کنیم مذاکرات پنهانی رو که در زمان آقای اوباما در سال 2012 موقعی که خانم کلینتون وزیر خارجه بود نگاه بکنیم و اون رو معیار قضاوتمون قرار بدیم، چون بالاخره باید پامون یه جا صفر باشه بتونیم بررسی بکنیم، اینه که فشار، اولا فشار تحریم ها بود که جمهوری اسلامی و خامنه ای رو وادار به این مذاکرات کرد، یک. دوم سقف مذاکرات هم مشخص بود، یعنی مسئله هسته ای بود و قول و قراری که آمریکا داد در عمان، یعنی دو تا مسئله رو برای اینا مشخص کرد، یکی که تحریم ها رو برمیداریم، دوم غنی‌سازی رو میتونید در ایران ادامه بدید. بقیهش دیگه از موقعی که ظریف اومد و روحانی رئیس جمهور شد بقیهش چانه زنی بود دیگه، از همون موقعی هم که علنی شد مذاکرات کاملا مشخص بود که حساب سازش خواهند رسید، اینکه در چه میزانی مثلا بریک ها چه باشه، چقدر سانتریفیوژ داشته باشه، تا چند سال میتونن این محدودیت ها رو حفظ کنن، این بحث ها چانه زنی هایی بود که حدود دو سال طول کشید. اما الان مسئله بسیار پیچیده تره، برای اینکه مسئله منطقه است در درجه اول، دغدغه اصلی آمریکا و متحدانشه که بعد زیر مجموعه اون قرار میگیره مسئله موشکی، حمایت از این گروه ها نمیدونم، و حتی خود برنامه هسته‌ای که احتمالا دنبال این هستن که اون بریکاتو، یعنی میزانی که میتونن تولید اورانیوم غنی شده بکنن رو کم بکنن و اون سانست، یعنی اون چه زمانی اون محدودیت ها برداشته شده اونو طولانی تر بکنن. بنابراین مسئله پیچیده تره. اما علارغم همه ابهاماتی که هست یک چند نکته رو باید ما فکر کنم که در نظر داشته باشیم تا گم نشیم تو داستان. یکی این که ببینید وقتی حتی سازش شد برجام شد در 2015 که اول که ژانویه 2016 اجرایی شد، نتیجه چی شد؟ ببینید دو سال طول کشید، آقای اوباما قول و قرارها هم داده بودن، همه کار هم کرده بودن، دو سال فقط چانه زنی در مورد مدتش انجام شد. ولی بعدش چی شد؟ بعدش این که بخش عمده تحریم های آمریکا سر جاش موند، هیچ کمپانی خارجی به ایران نرفت. اینا فکر میکردن یا نمیدونم توهم داشتن یا تبلیغ میکردن که کمپانی های خارجی هجوم میارن، سرمایه گذارا میان و نمیدونم سالی 50 میلیارد سرمایه گذار، اما هیچ کدوم اینا نشد. چرا؟ چون یه واقعیتی وجود داره و اون واقعیت امروز هم حاکمه و اون اینه که در بطن مشکلات جمهوری اسلامی با آمریکا ماهیت سیاست خارجی جمهوری اسلامیه. این رو علارغم مذاکرات که شده تو این 40 سال بالا پایین که شده تغییر نداده جمهوری اسلامی. این یک تضاده و سر همین تضادم کنگره آمریکا این تحریما رو تصویب کرده. اینکه بعد از سازش هستی هم کمپانی ها نرفتن ایران، بانک ها تحریم کردن، به خاطر ماهیت تحریم هاست. من یادمه آقای دکتر یزدی اون موقع که یادم 2007-2008 که پرونده جمهوری اسلامی داشت میرفت شورای امنیت و کنگره در حال تصویب تحریم های سفت و سخت بود، یه نکته مهم میگفت که همه کارشناس ها میدونن، گفت اجازه ندید به جایی نرسونید که کنگره آمریکا تحریم بکنه، وگرنه هیچکی نمیتونه برداره به این زودی ها، حتی رئیس جمهور. بنابراین این مسئله سر جاش، آقای ترامپ هم هر کاری بخواد بکنه بره بالا بیاد پایین، این تحریم های سفت و سخت هم که ایشون داره اجرا میکنه اینا مصوبه کنگره است. آقای اوباما اینا رو تعلیق کرده بود، نمیتونست حتی لغو بکنه، تعلیق کرده بود. بنابراین مذاکره هم بکنن دیدار هم بکنن که اثرات منفی داره، من به اثرات منفیش کاری ندارم، به نفع جمهوری اسلامی هم یه حدی هستم تو که آقای رفعت اشاره کردن کوتاه مدت، ولی در بطن خودش در تضادی که بین جمهوری اسلامی با آمریکا هست تغییر فعلا حاصل نشده و اون مشکل اساسی جمهوری اسلامی یعنی تحریم ها مصوبه کنگره است به این زودی ها، یعنی حداقل تا دو سه سال آینده تغییر نمیکنه. شاید یکی از اهداف جمهوری اسلامی از این مذاکرات فقط این باشه که بدتر نشه، این پیام ها رو اشاره میکنن طولانی نشه در بعد، همین که پتروشیمی رو آمریکا اجرای تحریم ها رو
فلان عقب انداخته، الان بحث FATF هستش، به زودی اینها ممکنه که جمهوری اسلامی میخواد که بدتر از این نشه لااقل در کوتاه مدت. بنابراین هیچ تغییری در اصل قضیه نخواهد کرد.